ما مطابق معمول هر دوشنبه این اتاق رو باز میکنیم که اخبار زندان ها رو مرور کنیم. آرش جان، شما خبرهای زندان ها رو شروع کن، منم یک جایی در خدمتتون خواهم. با سلام خدمت افرادی که در کلاب حضور دارن، خبرم رو با بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در مالدیو شروع میکنم. خانم پری کارگریان، آقای دانیال بنی نژاد، شهروندانی بودن که توسط نیروهای امنیتی در هفته گذشته در مالدیو بازداشت شدن و خب به مکان نامعلومی هم منتقل شدن. بازداشت این شهروندان در منزل خانم پری کارگریان در مالک تهران صورت گرفته. نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت این شهروندان ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل و لوازم الکترونیکی و کتب و آثار مربوط به آیین بهاییت رو هم ضبط کرد. خبر دومم در مورد توقف حکم آقای کیوان صمیمی بود که خب باعث آزادی ایشون شد. خب آقای کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا بودن و به گفته آقای مصطفی نیلی وکیل مدافع آقای کیوان صمیمی توقف اجرای حکم حبس و آزادیشون به صورت موقت و با توجه به گزارش پزشکی قانونی در مورد وضعیت جسمانی ایشون و با دستور دادستان با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته. روز شنبه گذشته هم آقای مصطفی نیلی وکیل مدافع آقای کیوان صمیمی یادداشتی در صفحه توییتر خودشون اعلام کرده بودند که آقای کیوان صمیمی از زندان رجای شهر خارج شده و در حال تبعید به زندان سنندج هست. و خب این رفت و آمدها خب تکرار شده بود، ایشون رو برده بودن ندامتگاه کرج و مجددا مثلا برگردونده بودن به اوین و کلانتری و خب با اون وضعیت بیماری هم که آقای کیوان صمیمی داشتن، خب واقعا انتقال ایشون به زندان سنندج میتونست مخاطرات جانی زیادی برای ایشون داشته باشه. خب خبر بعدی مربوط به اعتصاب غذا و داروی آقای علی موسی نژاد فرکوش در زندان رجای شهر است. آقای علی موسی نژاد فرکوش فعال مدنی محبوس در زندان رجای شهر کرج از روز سه‌شنبه 12 بهمن ما اعتصاب غذا و دارو کرده. اعتصاب آقای موسی نژاد برای درخواست آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت گرفته. ایشون چندی قبل هم به مرخصی درمانی اعزام شده بودند، اما خب در تاریخ 5 آبان ما علی‌رغم عدم تکمیل مراحل درمان به زندان برگردونده شده بودند. اخیرا پزشکی قانونی هم در نامه خطاب به زندان از ابتلای آقای فرکوش به فتح هیاتال، التهاب شدید مخاط مری و معده و لزوم انجام عمل جراحی خبر داده بودند. آقای علی موسی نژاد فرکوش در تاریخ 20 دی ماه 97 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از مدتی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده بودند. آقای موسی نژاد خرداد ماه 98 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهامات اجتماعی و توانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی، توهین به رهبری و توهین به بنیانگذار و فعالیت تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال حبس
محکوم شده بودن که این حکم در شعبه 36 عیناً تایید شده بود و با اعمال ماده 134 5 سال از حکم ایشون قابل اجرا هستش. خب وضعیت آقای فرکوش حالا اون دوره‌ای که ما با هم همبند هم بودیم خب شرایط مناسبی رو نداشتن، حالا از نظر بحث گوارشی یکی دو بار هم اعتصاب غذا کردن برای بحث مرخصی استعلاجی و خب نهایتا زمانی که خب من آزاد شده بودم ایشون یه مدت کوتاهی رو برای بحث درمان از زندان مرخصی استعلاجی اومدن، ولی خب مثل اینکه درمانشون هم تکمیل نشده بود. خبر بعدی در مورد تعیین زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای محمد حسین انصاریفر هست. بر اساس ابلاغیه‌ای که اخیراً صادر شده و بهشون ابلاغ شده از آقای انصاریفر خواسته شده در تاریخ 23 بهمن ماه 1400 در شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز حاضر بشه. محمد حسین انصاریفر اخیراً آقای محمد حسین انصاریفر یک دادگاه دیگه رو بابت جرائم عمومی در زندان بهبهان دارند و مدتی بعد از پایان محکومیت پیشینشون در تاریخ 15 دی ماه خب با تودیع قرار وثیقه از بابت پرونده جدیدی که در زندان علیه ایشون گشوده شده به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان بهبهان آزاد شد. خبر بعدی مربوط به آقای میثم کاظمی هست که با تودیع قرار وثیقه از زندان بهبهان آزاد شدن. آزادی آقای کاظمی با تودیع قرار وثیقه 600 میلیون تومانی ایشون هم به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته. میثم کاظمی از فعالین مدنی اهل بهبهان خب در تاریخ 13 آذر ماه بعد از اینکه در شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان حاضر شده بود بازداشت و به زندان همین شهر منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای کاظمی در تاریخ 25 بهمن ماه 1400 در شعبه اول دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار خواهد شد. خبر بعدی در مورد تایید محکومیت خانم خدیجه مهدیپور بود. خانم خدیجه مهدیپور جزو فعالین مدنی بودند که در تاریخ 18 مهر ماه امسال توسط اطلاعات سپاه در منزل عموی خودشون در ایلام بازداشت شده بودند و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل شدند و نهایتاً ایشون توسط دادگاه انقلاب از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری محاکمه و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی به 20 ماه حبس محکوم شدن. نکته جالب خب حکم ایشون این هست که اعلام کردن خب توی اون ابلاغیه‌ای که به ایشون داده شده به صورت شفاهی البته براشون خونده شده و اجازه دادن که کاغذ رو حالا مشاهده بکنن، یعنی این ابلاغیه به صورت مشخص بهشون داده نشده تا در اختیارشون باشه. اون اعلام کردن که ایشون از تمامی مزایای یک زندانی همچون مرخصی و عفو اینها محروم
خواهند بود، به دلیل اینکه خب چیزی که عنوان شده بود به خود ایشون و خانوادهشون گفته بودن به علت اینکه ایشون توبه نکردن و همچنان روی به قول معروف فعالیت های ضد امنیتی که داشتن پافشاری کردن از حقوق یک زندانی که حالا بحث مرخصی هست محروم هستن. خب خبر بعدی در مورد ارجاع پرونده سه نوکیش مسیحی به دادگاه انقلاب رشت هست. پرونده آقای احمد سرپرست، ایوب پور رضازاده و مرتضی حاجب، سه نوکیش مسیحی ساکن رشت به دادگاه انقلاب این شهر ارسال شده. این شهروندان در کیفر خاص صادر به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه های مخالف نظام متهم شده. در تاریخ 14 شهری و این شهروندان توسط نیروهای امنیتی در رشت بازداشت شده بودند و طی تماسی که خب در اون زمان 27 شهری و گرفته بودن با خانوادهشون اعلام کرده بودن که به زندان لاکان رشت منتقل شد و نهایتا هم با وثیقه 400 میلیونی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شده بودن. و خب تو اون دوران بازداشتی هم که بودن خب خانواده رو سازمان اطلاعات سپاه خب به شدت تحت فشار قرار داده بود که در مورد بازداشتی ها اطلاع رسانی صورت نگیره. خبر بعدی در مورد اعتصاب غذای پدر و پسر هست. آقای سالار صدیقی همدانی دست به اعتصاب غذا زده و پدر ایشون هم آقای ابراهیم صدیق همدانی از روز پنجشنبه 14 بهمن ماه در زندان کامیاران دست به اعتصاب غذا زدند. همچنین آقای ابراهیم صدیق همدانی یعنی پدر از تاریخ 4 بهمن ماه خب اعتصاب دارو کرده و با افزایش قند خون شدید هم مواجه شده، ایشون دیابت داره. اعتصاب این زندانیان در پی خب انتقال این دو زندانی صورت گرفته و خب خاصه اونها اینه که هر دوشون که از زندان ارومیه تبعید شدند و به دو شهر متفاوت هم تبعید شدن، اینا منتقل بشن به یک زندان، حالا هر زندانی که حالا سازمان زندان ها تشخیص میده. و خب آخرین وضعیتی که از شرایط آقای ابراهیم صدیق همدانی یعنی پدر داریم اینه که ایشون به خاطر عدم دریافت داروی انسولین قندشون به 600 رسیده که خب خیلی جای نگرانی هم داره و هر آن امکان داره که اتفاقی براشون بیفته و خواسته خیلی بزرگی هم ندارن. خب پسر به زندان مریوان تبعید شده و پدر به زندان کامیاران و اینا خواستشون اینه که طبق اصل تفکیک جرائم در اونها در یک بند سیاسی باشن و خب در کنار هم دیگه. خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان زاهدان بوده. سحرگاه پنجشنبه 14 بهمن ماه حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان زاهدان به اجرا درآمد. هویت ایشون حفیظ الله براهویی هست، اهل زاهدان. و خب یه مورد دیگه
اعدام هم داشتیم در این هفته، اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان مشهد. هویت این زندانی هم که از سال 98 بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برد، نجیب الله گرگیج عنوان شده، که اهل شیرآباد زاهدان بود. اعدام این زندانی هم بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و ایشون نتونسته آخرین ملاقات رو با خانواده داشته باشه. خبر بعدی در مورد خانم مژگان کشاورز هست که روز چهارشنبه 14 مهر ماه از زندان قرچک ورابین ایشون به مرخصی اومده بودن و خب از اون زمان تا به امروز در مرخصی به سر می بردن و با آزادی مشروط ایشون تقریبا یک دو روز پیش موافقت شده بود. مژگان کشاورز در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 98 توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خودشون بازداشت و در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 98 با پایان بازجویی ها از بازداشتگاه ببخشید اطلاعات سپاه بوده، من گفتم وزارت اطلاعات، به زندان قرچک منتقل شدن. نهایتا در تاریخ 22 مرداد 98 به بند زنان زندان اوین منتقل شدن و بعد 15 آذر ماه 99 از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده. این فعال مدنی در سال 98 توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا به 10 سال حبس تعزیری و از بابت اتهام توهین به مقدسات نیز به 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری و مجموعاً به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود، که خب این حکم نهایتاً توسط شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی حسین بابایی به 12 سال و 7 ماه حبس تقلیل پیدا کرده بود، که با استناد به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی 5 سال و 6 ماه برای ایشون قابل اجرا بود. خبر بعدی مربوط به خانم سبا کردفشاری که به مدت 3 ماه از اعزام به مرخصی محروم شدند. این حکم توسط شورای انضباطی زندان و به دلیل اعتراض خانم کردفشاری نسبت به نبود آب جوش برای چایی 700 تا زندانی صورت گرفت و این هم از نکات واقعا جالبه در سازمان زندانهای جمهوری اسلامی. و خب جلسه شورای انضباطی حدود 40 روز پیش با درخواست سهرا خدادادی سرپرست زندان و بدون حضور سبا کردفشاری تشکیل شده بود و خب این 3 ماه حکم ممنوع مرخصی شدن هم در همونجا در موردش تصمیم گیری شده بود بدون اینکه حالا خود اون فرد بتونه حضور داشته باشه و از خودش دفاع بکنه. خب شرایط سبا هم شرایط خوبی نیست، فکر میکنم تو هفته‌های گذشته هم در موردش صحبت کردیم. خب این حکم در حالی صادر میشه که سبا کردفشاری از بیماری زخم معده و زخم روده و همچنین خونریزی معده و روده رنج میبره و باید به مرخصی خود درمانی اعزام بشه.
قبل از این هم سبا کردافشاری روز شنبه 25 دی ماه 1400 طی ابلاغیه از محرومیت خودش از ملاقات مطلع شده بوده. بعد از پایان اون محرومیت از ملاقات، خب بحث ممنوع مرخصی شدن به ایشون ابلاغ شده. خبر بعدی در مورد بازگشت آقای محمد نجفی به زندان هست. خب با پایان ایام مرخصی آقای محمد نجفی به زندان برگردونده شدن. آقای نجفی در تاریخ 28 آذر ماه از زندان عراق به مرخصی استعلاجی اعزام شده بودند و بهمن ماه با پایان ایام مرخصی به زندان عراق برگشتن. خب وضعیت ایشون هم وضعیت مناسبی نبوده در زندان عراق. خب ایشون سابقه یک بار سکته قلبی رو داشتن. حالا من آخرین خبری که داشتم رفته بودند پزشک، مراجعه کرده بودن به پزشک قلب و اینها و خب بهشون اعلام شده بود که نیاز به جراحی دارن و ولی خب پزشک توصیه نکرده بود، گفته بود چون احتمالا قرار شما به زندان برگردید و با این وضعیت و اینها من توصیه نمی کنم که خب در این شرایط شما بخواید بیادی و جراحی انجام بدید و اینها. و برای چشمشون هم مثل این که میخواستن مراجعه کنن به چشم پزشکی، خب مثل این که چشمشون هم خیلی ضعیف شده بود و نتونستن مراجعه کنن، یعنی وقت گرفته بودن برای چشم پزشکی، خب امکانش میسر نشد که مراجعه کنن. مورد خبر بعدی، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای جمشید شارمهد خب برگزار شد. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای شارمهد، خب شهروند دو تابعیتی هستن ایشون، ایرانی آلمانی، روز 17 بهمن ماه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. خب عکس هاش رو هم در رسانه های مختلف دیدیم. پرونده آقای شارمهد باید در دو دادگاه حقوقی و کیفری رسیدگی بشه و دادگاه حقوقی در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار میشه و بخش دیگه پرونده به فاصله یک ماه بعد از دادگاه حقوقی در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار میگیره. خب لازم به ذکره که پیشتر رسانه های رسمی به نقل از یک نهاد امنیتی از بازداشت یک عضو یک گروه سیاسی توسط وزارت اطلاعات خبر دادن، این مقام امنیتی بدون اشاره به هویتشون این فرد رو ماتوس و نفر دوم گروه موسوم به تندر عنوان کردن که فکر میکنم توی خبرها هم خب دیدیم این پیشتر در مورد همین آقای ماسماتوس صحبتی که کرده بودن، گفته بودن که خب این شخص کسی بوده که یکی از دانشمندان هسته‌ای رو ترور کرده. خب قبل از این ما آقای فشیر رو داشتیم که ایشون رو آوردن جلوی تلویزیون و اعلام کردن که خب ایشون کسی بوده که اومده و اقدام به ترور کرده و اعدامش هم کردن و حالا فرد دیگه ای رو با همین عنوان آوردن. و نکته جالبش اینه که خب اومدن عنوان کردن که این آقای ماسماتوس نفر دوم گروه تندر بوده. و پیشتر چیزی که از سمت دستگاه امنیتی عنوان شده بود در مورد بحث پرونده ترور دانشمندان هستی، بحث این بود که خب کار اسرائیل و یه سری عوامل خودش رو برای ترور
اعزام کرده به داخل کشور و خود دانشمندان هسته‌ای رو ترور کردن. حالا این آقای ماسماتوس عنوان شده که نفر دوم گروه تندر هست. حالا باید ببینیم تو روزهای آینده در مورد ایشون چه اطلاعات بیشتری دریافت میکنیم. خانم غزاله شارمهد هم دختر این شهروند دو تابعیتی پیشتر ضمن اظهار بی اطلاعی از روند پرونده و محل نگهداری پدر خودش گفته بود که به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده و شاه محمدی دادستان پرونده وکیلی رو به پدرم معرفی کرده و گفته که فقط این فرد میتونه به پرونده دسترسی داشته باشه. ایشون اضافه کرده فردی به نام دوریزاده که خود رو وکیل دادگستری معرفی میکنه طی تماسی با خانواده مدعی شده که در قبال 250,000 دلار میتونه وکالت پرونده پدرم رو به عهده بگیره. خانم شارمت با بیان اینکه پرداخت این مبلغ در توان ما نیست و امیدی به همکاری مؤثر این شخص هم وجود نداره، خب این پول رو به یک نحوی خود پرداخت نکرد. خبر بعدی در مورد خانم سهیلا حجاب هست. خب پرونده سازی مجدد برایشون در زندان. خانم سهیلا حجاب زندانی سیاسی در بند زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه روز شنبه 16 بهمن ماه از بابت پرونده‌ای که اخیراً در دوران حبس علیه ایشون گشوده شده به شعبه 2 بازپرسی دادسرای کرمانشاه احضار شدند. خانم حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کردند. این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام و در پی درگیری هفته و در پی درگیری هفته گذشته ایشون در زندان و انتشار فایل صوتی که از ایشون پخش شده گشوده شده. خب بحث درگیری هم که ایشون داشتن و خب سایت هرانا هم یک گزارش کامل رو نوشته بود در مورد این وضعیت زندان کرمانشاه. خب میدونیم که زندان‌های شهرستان واقعا وضعیت مناسبی ندارن و خب حدود دو سه روز بوده که خب غذایی که برای زندانی ها می آوردن اکثرا غذای سوخته بوده و خب حالا معمولا شرایط زندان ها در شهرستان ها میگم یه مقدار متفاوت تره. ما غذاهای ثابتی رو معمولا سازمان زندان ها داره، مثلا یک روز سیب زمینی تخم و مرغ هست، یک روز مثلا خورشت هست یا دو روز در هفته خورشت هست و مشخصه، یعنی اکثر زندان ها از این قضیه تقریبا تبعیت میکنه. ولی خب زندان هایی هم هستن در شهرستان ها که خب شرایط تغذیه‌ای اصلا مناسبی رو ندارن و خب خانم سهیلا حجاب رفته بودن اعتراض کرده بودن نسبت به کیفیت بد غذای زندان و غذا رو داخل یک قابلمه ریخته بودن و برده بودن برای رئیس زندان و گفته بودن که آیا شما میتونید از این غذا میل بکنید و اینها. و خب رئیس زندان و مسئولین زندان اعلام کرده بودن که ما بودجه نداریم و خب ایشون وقتی برگشته بودن از دفتر رئیس زندان خب اعتراض کرده بودن به نصب بنرهایی که حالا در کوریدور زندان بوده و گفته بودن که خب شما اینقدر هزینه میکنید بابت بحث تبلیغات، این هزینه رو میتونید بخشیش رو
برای بالا بردن کیفیت غذای زندان که خب زندانی داره استفاده میکنه و نیاز داره صرف بکنید، که خب جر و بحثی بین رئیس بازرسی بند نسوان اونجا و خانم سهیلا حجاب در میگیره. اسم رئیس بازرسی هم خانم لیلا حسینیا هست که خب درگیری فیزیکی میشه، فیزیکی میشه و خب تعدادی از زندانی های زندان کرمانشاه در حمایت از خانم سهیلا حجاب در کوریدور حاضر میشن و خب 2 روز بعد هم نماینده از اطلاعات میاد و با خانم حجاب صحبت میکنه و اعلام میکنن که شما قصد شورش در زندان رو دارید و اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه قطعا برای شما پرونده جدیدی باز خواهد شد و به زندان دیگه منتقل میشه. خیلی طول نکشیده و خب پرونده جدیدی برایشون باز شده و همونطور که اول گزارش هم گفتم، حالا چیزی که بهشون ابلاغ شده از بابت بحث اتهام تبلیغ، صحبت‌هایی بوده که ایشون با خانم لیلا حسینیا رئیس بازرسی عنوان کرده بودن به اضافه فایل صوتی که در هفته گذشته ازشون منتشر شده. خبر بعدی در مورد ابتلای خانم بهاره سلیمانی به کرونا هست که بعد از ابتلایشون به کرونا خانم بهاره به قرنطینه بند زنان زندان اوین منتقل شده. خب ابتلای خانم سلیمانی به کرونا در شرایطی هست که ایشون پیشتر هم علارغم درخواست ارسال پرونده پزشکی قانونی به دلیل ابتلای به بیماری آسم جهت اجرای حکم راهی زندان شده بود و توجهی به پرونده پزشکیشون که بیماریشون هم واقعا بیماری خطرناکی هم هست، بلخص اگر مبتلا به کرونا بشن و اینها میتونه خیلی مشکل ساز باشه. خانم بهاره سلیمانی در تاریخ 25 مهر ماه سال 99 توسط مأموری که خودشون رو پلیس امنیت معرفی کرده بودن بازداشت شدن و اواسط بهمن ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف زندان اوین به بند زنان زندان منتقل شدن. پلیس امنیتیشون رو بازداشت میکنه و خب تحویل سازمان اطلاعات سپاه میده و سازمان اطلاعات سپاه بعد از بازجویی ایشون رو به بند نسوان منتقل میکنن. خانم بهاره سلیمانی مرداد ماه امسال به همراه شماری دیگه از متهمین این پرونده توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری محاکمه و از بابت اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغ علیه نظام به 6 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده. خبر بعدی در مورد خانم عالیه اقدام دوست هست که خب ایشون توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن امروز دوشنبه. خانم عالیه اقدام دوست خب فعال کارگری هم هستن، در فومن بازداشت و خب به مکان نامعلومی منتقل شدن. بازداشت این فعال کارگری ساعت 9 صبح بوده و در منزل شخصیشون و با حکم شعبه 2 دادسرای فومن به نیابت از دادسرای مقدس اوین صورت گرفته. خانم عالیه اقدام دوست 69 ساله هست. خانم اقدام دوست در واقع قبل از اینکه فعال کارگری باشند، ایشون قبل از انقلاب معلم تاریخ بودن، ایشون لیسانس تاریخ هستن و دبیر تاریخ بودن
و بعد از انقلاب در جریان انقلاب فرهنگی پاکسازی شدند. از سال 62 تا 68 زندانی سیاسی بودند. بعد سال 85 در تجمع اعتراضی در 22 خرداد ماه که اگه خاطرتون باشه تجمع فعالان حقوق زنان بود در میدان هفته تیر، اونجا بازداشت شدند و بعد از اون به 3 سال زندان محکوم شدند. بعد خب 3 سال زندان رفتند و خب آزاد شدند. در سال 97 در تجمع معلمان در جلوی سازمان برنامه بودجه همراه با آقای حبیبی اینا بازداشت شده بودند و بعد از اونم یه حکم 9 ماه زندان گرفتند. خانم اقدام دوست شود که غیر از اینکه در واقع فعال بودن یک مدتی کارگری هم کرده بودند و در کارخانه مزدا کار میکردن، کار کارگری میکردن و همیشه تو تجمعات و اینا حضور داشتند و ایشون تنها زندگی میکنن، هیچ بچه ای ندارن، پدر مادر ندارن و اون سریای قبل هم که بازداشت شده بودن کسی رو نداشتن که پیگیر کاراشون باشه، پیگیر در وضعیتشون باشه. این اطلاعات تکمیلی بود که در مورد خانم عالیه اقدام دوست گفتم بگم. در ضمن یه برادر ایشون هم فکر کنم سال 61 در زندان رشت اعدام شد. بله یک اعدامی هم دارن خانواده، اینطور که حالا خیلی کامل در مورد ایشون صحبت کرد، منم شناخت کامل تقریبا دارم مثل به خانم اقدام دوست و خوب جزو فعالین، بیشتر جزو فعالین حقوق زنان بودن و معمولا تو اکثر تجمعاتی که حالا مربوط به معلمان یا کارگران حالا طیف‌های مختلف بوده چون همیشه مشارکت داشت. خبر بعدی در مورد اجرای حکم اعدام 2 زندانی در زندان اردبیل هست. هویت این زندانیان که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند یوسف تهمتن و بهزاد تهمتن عنوان شده. دو زندانی از 3 سال پیش از بابت اتهام مطروح در زندان اردبیل به سر می بردن. و خبر بعدی خانم عسل محمدی به 1 سال و 8 ماه حبس محکوم شدن بر اساس حکم که در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر و به خانم محمدی ابلاغ شده. ایشون از بابت اتهامات خب تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 1 سال و 8 ماه حبس و 2 سال محرومیت از عضویت در دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شدند. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدید نظر 1 سال زندان برای خانم عسل محمدی قابل اجرا خواهد. من خبرهام تقریبا تموم شد، حالا اگر مورد دیگه ای هست. آره من خبر دیگم خدمتتون بگم که اولا یه خبر از بیخبری هست، خبر از اینکه خب 23 روزه که شیدای همدانی مجددا بازداشت شده و از اون موقع تنها هیچ خبری از ایشون در دست نیست و خانواده‌اش نمیدونن که ایشون اصلا در کجا نگهداری میشه و تحت چه شرایطی است. خب در صورتی که خب متهمان در دوران بازداشت بایستی که حق دسترسی به وکیل، حق تماس با خانواده، حق ملاقات و اینها رو داشته باشند، ولی در مورد ایشون هیچ خبری در دست نیست. خود دوستدارانشون الان چند روزی هستش که تو کلاب هاوس اتاقی رو تشکیل میدن، یه پتیشن درست کردن که من لینکش رو گذاشتم اینجا و تقاضا دارن که همه اینو امضا کنن و هر کس هر جایی که در واقع میتونه
اطلاع رسانی بکنه در مورد ایشون و از رسانه ها و نهادهای حقوق بشری بخوایم که پیگیر وضعیت ایشون باشن، چون حالا به هر دلیلی کمتر تو خیلی از رسانه ها در مورد ایشون و بعضی از زندانی ها صحبت میشه. یکی این موضوع هست. بعد موضوع کرونا رو که شما مطرح کردید در زندان اوین، همزمان در زندان قرچک برامین هم خب خبر رسیده که کرونا شایع شده، از جمله خانم فروغ تقی‌پور که ایشون هم مبتلا به آسم هستن کرونا گرفتن. توی قرچک هر کس که حالش بد میشه انگار میبرنش و تست میگیرن، تستش مثبت اعلام میشه و اونها رو میبرنشون به باشگاه زندان منتقل میکنن و باشگاه هم جایی هستش که تخت خواب توش نیست، هوا سرده و کلن زندان قرچک به علت اینکه تراکم تعداد زندانیان زیاد هست و دارو هم هیچ دارویی نیست، ویتامینی نیست، این طبق اطلاعاتی هستش که از زندان اومده دارم میگم و رسیدگی خاصی در مورد این افراد انجام نمیشه، اوضاع خوبی نداره از این نظر و گویا خیلی کرونا اونجا شایع شده و متاسفانه مرخصی هم که ندادن و نمیدن به زندانیا. امروز تولد عالیه مطلب‌زاده هم هست. اتفاقا صدر عبداللهی در توییتر ضمن اعلام این که امروز تولد عالیه مطلب‌زاده است گفته که 2 ساله که عالیه تولدش رو در زندان میگذرونه، از اوین تا زندان زنان قرچک برامین، و اونجا اعلام کرد که کرونا در داخل زندان در حال اپیدمی شدنه. مورد بعدی، من در مورد آقای هاشم امینی، شما صحبت نکردی نه؟ آقای هاشم امینی کنشگر مدنی ساکن بجستان به 13 سال حبس تعزیری محکوم شده که اگر تایید بشه حکمش 5 سالش قابل اجرا خواهد بود. آقای هاشم امینی 2 بار در خرداد، 1 بارم در مرداد بازداشت شد، هر بار هلوش 21-22 روز در زندان بود. ایشون از کسایی هستش که اگه یادتون باشه یک سری از خانواده های جانباختگان آبان و یک سری فعالان مدنی یک سال 2 سال پیش داشتن بر سر مزار سردار اسعد بختیاری می رفتن، بازداشت شده بودن که یکیشون هم در واقع ایشون بود و ایشون در بعد از من فکر کنم اعتراضات خوزستان بود، توی مشهد هم همراه با خانم سپهری اینا فکر کنم حضور داشت، اونجا هم عده‌ای بازداشت شده بودند، از جمله افرادی که بازداشت شده بود ایشون بود و اتهامایی که به ایشون نسبت داده شده الان من اجازه بدید بخونم از روی خود حکمش بخونم بهتره. یکی، عضویت در گروه های معاند نظام، اهانت به مقام معظم رهبری، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، حضور در تجمع غیرقانونی منتسب به ضد انقلاب. بعد در متن حکمشون هم نوشته شده که فعالیت هایشون علیه نظام در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و فعالیت‌های تبلیغی در داخل کشور و ارتباطشون با گروه‌های معاند در خارج از کشور، در واقع از جمله فعالیت‌هایشون هستش که در حکمشون اومده، در متن حکمی که در صادر شده اومده. خب یک مورد
دیگه هم ماجرای هک شدن سایت زندان قزلحصار هست که در واقع اطلاعات جالبی، حالا این گروه عدالت علی از این زندان منتشر کرده که شامل اسامی 1846 زندانی هستش و اتهامات اونا هست، بیشتر بازداشت شده های اعتراض های آبان. اتهامایی که این افراد داشتن: اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بوده بیشتر، و اینا به حبسای 1 ماه تا 10 سال و تعدادی هم به شلاق محکوم شدن. حالا یه موارد دیگه ای از اتهامات که اینجا در واقع توی پرونده هایی که این گروه منتشر کرده اومده، مثلا یک شخصی برای پارک کردن خودرو به صورت مورب در یافتآباد به 1 سال حبس و 20 ضربه شلاق تعلیقی به مدت 2 سال محکوم شد. یا یکی دیگه که به 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده، اتهامش این بوده که در محل تجمعات در خیابان پیروزی به صورت مکرر حاضر شده و برای خودنمایی به بستگان متنی به صورت پیامک داده است. بعد یک نفر دیگه شون هم که 3 ماه حبس و 10 ضربه شلاق گرفته، نوشته حکمش، اتهامش رو نوشتن قبول اشتباه در پارک خودرو و شروع به تماشا در اتوبان امام علی در پی اغتشاشات با دیگر شهروندان خاطی. یکی هم به خاطر عکس نویسی و اسکناس نویسی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت ستاد بزرگداشت 7 آبان که به 8 ماه حکم تعزیری و 4 ماه رو نویسی از روی کتاب. اما یه سری اتهامات دیگه هم که بوده، اینا هم اگه بخونم اینا هم جالبه. اتهاماتی که در واقع ذکر شده برای به عنوان اخلال در نظم عمومی و اجتماع و تبانی، این برخی از مصادیقش اینها بوده: بوق زدن، هو کشیدن و دست زدن، تهیه عکس از آتش وسط خیابان، پوشاندن صورت با ماسک، تهیه فیلم و عکس از تجمعات و ارسال آن در واتساپ، انسداد اتوبان امام علی با پژو پارس، حضور در مقابل درب دانشگاه تهران در محل تجمعات و سر دادن شعار و نقش آفرینی در اعتراضات غیرقانونی و تلاش برای لغو کلاس‌های درسی دانشگاه، فیلم‌های حاکی از حمایت از سلطنت طلبان و توهین به روحانیت و رهبری، تشکیل یک گروه در واتساپ برای رفتن به بزرگراه شهید همت، ارسال فیلم برای افراد در خارج از کشور، همراه داشتن 5 بوکس، وجود تعداد قابل توجهی کتاب به صورت PDF در گوشی متهم در حمایت از دوران پهلوی، داد زدن، حرکت همراه با مردم به سمت پمپ بنزین، فعالیت گسترده در فضای مجازی توییتر به عنوان لیدر فضای مجازی، امضای بیانیه آزادی روزنامه نگاران، کشف پرچم شیر و خورشید از منزل، شعاردهی، حضور در تجمعات، مسدود نمودن اتوبان. اینها در واقع تو اسنادی بوده که از زندان قزلحصار در اومده و به رادیو فردا داده شده. من این رو داشتم از روی خبر رادیو فردا میخوندم. این هم فکر کنم که خبر جالبی بود که خوب بود که الان بگیم. خب مورد دیگه‌ای که میخواستم بگم، آیه روزبه مشکین خط هستن که آیه روزبه مشکین خط
ایشون در حال گذراندن محکومیت 10 سالشون هستن. الان در چهارمین سال، در اواخر چهارمین سال زندانشون هستن. ایشون مشکلات کلیوی و آلرژی با زمینه عفونت دارن، در حالی که در آذر ماه امسال با آزادی مشروطشون مخالفت شده، درخواست تعلیق مجازات یا توقف حکمشون هم رد شده. آقای مشکین خط قبل از بازداشت عمل جراحی پولیپ روده انجام داده بودن و از نظر سلامتی در وضعیتی نبودن که بخوان تحمل کیفر کنن. کمیسیون پزشکی البته این موضوع رو تایید نکرد. این گرچه در واقع پزشکشون گفته بود که ایشون توانه تحمل کیفر رو نداره، ولی کمیسیون پزشکی قوه قضاییه این رو تایید نکرد. ایشون در طی همین مدتی که زندانی بودن مادر و خواهر و برادرشون رو از دست دادن، ولی بهشون حتی یک روز هم مرخصی ندادن که ایشون در مراسم خاکسپاری یا مراسم عزاداری حتی به صورت تحت الحفظ شرکت کنن. اتهام ایشون تشکیل و راه اندازی گروه و دسته به قصد براندازی نظام بوده، اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و به خاطر همه اینها به 28 سال حبس تعزیری محکوم شدن که بعد توی تجدید نظر به این تبدیل شد به تایید شد و با اعمال ماده 134 مجازات اشد یعنی 11 سال قابل اجرا بود که 1 سال هم بعد از تایید حکم در پی درخواست تقلیل مجازات کم شد، شد 10 سال. اما خب ایشون آیه مشکین خط یه حزبی رو در واقع تأسیس کردن در ایران، اونطور که خودشون میگن مجوز داشته گروه و حزبشون، حزب ایران سرافراز، و ایشون از اعضای مؤسس در واقع این حزب بودن و به عنوان یک از اعضای هیئت مؤسسه جبهه اصلاح طلبان به نمایندگی از این حزب در واقع شرکت داشتن. حالا خب نمیدونم دشمنی با ایشون حالا چی هست که ایشون با این که یک حزب در واقع مجوز تأسیس حزب گرفته و وزارت کشور بهشون مجوز دادن، گفته شده که آقای قاضی مقیسه ایشون رو به اتهام تشکیل و راه اندازی گروه دسته به قصد براندازی نظام محکوم کرده، که در واقع بیشترین حکمی که ایشون گرفته در این ارتباط هست. این مورد دیگه هم یک مصاحبه به مفصلی رو خانم مریم افرافراز داشتن تو این هفته با انصاف نیوز و موارد غیرقانونی که در ارتباط با بازداشت و بازجویی های ایشون بوده عنوان کردن. خب میدونید که خانم افرافراز از کارشناس حقوق قضایی هستن و از افرادی هستن که تحت عنوان مدافعان سلامت بازداشت شده بودن، یعنی بعد از بازداشت به این اسم این گروه معروف شدن. گروهی بودن که قرار بود که علیه مسببین سوء مدیریت کرونا شکایتی رو تنظیم کنن که اون شکایت هنوز تنظیم نشده این گروه بازداشت شدن و فقط قصدش رو داشتن. اون چیزی که بود، خب حکم نداشتن موقعی که میخواستن اینا رو بازداشت کنن و خب چند ساعتی طول کشید که تا حالا بعدش حکم رو بیارن و خب بازجوها مرتب در حال تلقین این بودن که ایشون علیه خودشون مسائلی رو مطرح بکنن و وقتی که ایشون جوابی برای پاسخ سوالهای بازجو نداشتن، بازجو داد میزده و میگفته که ما کارهای دیگه هم میتونیم بکنیم، کاری نکن که تو رو به جای بدتری ببریم. و خب تهدید و آزار و شکنجه روانی
در واقع انجام می شده و بهش می گفتن که گنده تر از تو رو هم شکستیم، تو رو هم می شکنیم. و یکی از اونا هم که سابقه این داشته که اعتراف های تلویزیونی می گرفته، در واقع سعی می کرده که بیشتر فشار بیاره برای اینکه برای کارهای نکرده اعتراف بکنن. خانم افرافراز از داوطلبان جمعیت امام علی هم هستن، بعد می گفتن در طی بازجویی متوجه شدن که تصاویر شخصی خصوصی اعضای جمعیت در دست بازجو هست و اونها نشون میدادن مرتب به ایشون، و وقتی که ایشون اعتراض میکردن و میگفتن که در واقع و میگفتن فعالیت های ما قانونی هست، بازجو به ایشون میگفت که قانون مایی. خب حالا خانم افرا فراز اطلاعات حقوقی داشتن و اونجا پاسخ بازجوها رو میدادن و میگفتن و از عنوان کرده بودن که در واقع متهم باید حق سکوت هم داشته باشه، این در واقع حق متهمی که در واقع سکوت کنه و یا اینکه حق متهمی که با خانواده تماس داشته باشه. و خب یک سری از موارد رو اونجا تونسته بودن که از جلوی بازجوها بیستن و از یه سری حقوق برخوردار بشن، در واقع تماس بگیرن با خانواده. ولی خب خیلی از زندانیا از حقوق خودشون آگاهی ندارند و بهشون بیشتر فشار وارد میشه. این هم از مواردی بود که گفتم بگم. یه فایل صوتی هم دختر خانم آقای مشکین خط فرستادن که منتشر کردیم و همین مواردی که من گفتم در مورد پرونده ایشون رو در اون فایل صوتی تکرار عنوان کرده بودن. خب از سود جان، اگر الان آمادگی داری یه چند تا فایل صوتی هست، اگر امکان داره اونها رو منتشر کن و بعد ما برسیم به خدمت امیر سالار داوودی، ببینیم که در مورد چیزایی که تا الان گفته شده از نظر حقوقی چی دارن که به ما بگن. مرسی. خواهش میکنم. من فایل مربوط به آقای موسی نژاد رو الان پخش میکنم. با شما سخن میگویم. بدون مقدمه عرض میکنم با حکومت جعلی و اشغالگری و ترویج و دروغ و ریشه‌کنی حقایق انسانی، با جنایت‌های متعدد و فریب و نیرنگ، هیچ عذر و بهانه‌ای برای نامشروع بودن و جنایت علیه بشری توسط جناب‌عالی باقی نمانده است. اگر بایگانی آرشیو جناب‌عالی همانند کشورداریتان فاسد و فشل نباشد، می توانید نامه‌های من در سال‌های 86 تا 92 را استخراج و بازبینی نمایید. بنده به نوبه خود مکرراً مشکلات کشور، فساد و ناکارآمدی‌ها و دیکتاتوری مطلق و فراتمامیت خواهی یا همان توتالیتر افراطی رژیم تقلبی جمهوری اسلامی را به شما تذکر و یادآور شدم. احمدی نژادی که به خود نزدیک می دانستید همچون ماری از آستینتان سر برآورد و سر رفسنجانی را هم زیر آب کردید. حسن روحانی هم روسفیدتان کرد. خاتمی و موسوی و سابقان هم جای خود دارند. آرزوی افسران جوان آتش به اختیارانت هم برآورده شد و ابراهیم رئیسی از کلاس ششم به ریاست جمهوری نائل آمد و فلاکت ها از سر گذشت. مذاکرات با 5+1 با پشتیبانی رفیق پوتین و چین ایران خوار هم به قصه لالایی شب بین المللی تبدیل شده است و هزاران افتضاحی که خود بهتر می دانید به بار آوردید که باشد. اما چرا علنی و آشکارا گلوله به روی مردم می گشایید و جوانان وطن را به خاک و خون می کشید؟ جناب خامنه ای، شما بهتر می دانید تئوری گذار مسالمت آمیز از دیکتاتورها نتیجه بخش نیست و خیال باطل می کنید. اما شاید نمی دانید در روند تغییر و تحولات بنیادین دوره گذار مسالمت آمیز کوتاه و آن دوره سرآغاز کار است و ستمدیدگان به ناچار از مرحله مسالمت آمیز عبور و به روش ستمگران روی می آورند. یعنی با هر دست بدهید با همان دست خواهید گرفت.
اگر به خشونت و کشتار ادامه دهید قطعا مردم آماده مقابله به مصر خواهند شد. به آتش به اختیاران خود بگویید آب به روی مردم میبندید و گلوله نثارشان میکنید و اشک به تمساح به حسین و یارانش میریزید، در صورتی که سالها صاحبان علم مقالات علمی و قطعی متعدد در خصوص بحران آب و جنگ بر سر آن را به مسئولین بی عرضه و بی سواد ارائه می نمایند. راستی حضرت بالا مقام، برایم جالب بود جنتی فسیل یکی از سمتهایش را واگذار کرده است و جالبتر از آن اخیراً دخترکی از اصول طلبان اصلاح گرنما در تریبون نماز جمعه فاضه امر به معروف عوام فریبانه نمودند. در صدا و سیمای میلی هم شاهکار تحولات صورت می گیرند و بر سر کودکان معصوم دختر دیگر حجاب نمی چپانند و حضرات تحریک نمی شوند و اسلام به خطر نمی افتند. درب استادیوم را هم زحمت کشیدید و به روی دختران مظلوم و بیدفاع آن هم گزینشی گشودید. اما جناب رهبر، که شیطان اکبر شما را به کرسی رهبری نشاند، این تغییرات نوشدارو بعد از مرگ وطن باری از جنایات شما نخواهد کاست و این را خود و یاران با وفایت بهتر می دانند و اعتراف سیاست مدارانه می کنند. اما ما به لحاظ حکم الهی و انسانی به نیروهای نظامی و امنیتی با شرف یادآور می شویم هرچه سریعتر به خیشتن خیش بازگردید. آغوش مهربان مردم به روی شما باز است. به مردم و اپوزیسیون داخل و خارج از کشور اعلام می کنیم برای رسیدن به بهار باید از کولاک زمستان هولناک گذر کرد. اصفهان و خوزستان و لرستان یعنی کل ایران می بایست همه با هم یک جا و یک صدا از گردنه راهزنان و دروغگویان جمهوری اسلامی عبور کنند. اما جناب سید علی، زمان کوتاه و وقت تنگ است. عقلانیت حکم می کند به میل خود و بدون تنش قدرت را رها و ایران را ترک کنید. علی موسی نژاد فرخ. خب این فایل صوتی برای آقای علی موسی نژاد بود. فایل صوتی دیگه ای که میخواستین و به من میگین آقای طواف کدوم الان؟ آره چشم، من این رو هم دوباره یادآور کنم که آقای علی موسی نژاد از 12 بهمن گفتن که اعتصاب غذاشون رو شروع کردن، اعتصاب غذا و دارو. از شبت که آقای عبدالرسول مرتضوی جانباز جنگ هم که یه پاشون رو در جنگ با رفتن روی مین از دست دادن، ایشون هم از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر هستند که به 26 سال زندان محکوم شده و 11 سالش قابل اجراست. ایشون هم یک فایل صوتی دادن در واقع با عنوان نامه‌ای به مادرم. این فایل هم حدود 4 دقیقه است. این رو هم گوش کنید. نامه‌ای به مادرم. مادر، به مسجد پا مگذار. میدانم که در مسجد خدا را جستجو می‌کنی. خواهی خوب، پاک و بهشتی باشی و خود را از آشوب‌های دنیوی برهانی. اما صبر کن مادر، آن روحانی که نماز به صدا او افتدا می کنی، آن روحانی که پای منبر و روزش می نشینی، فرزندت را، فرزندان ایران را به زندان افکنده است. چه فرقی می کند با حمایت از حاکم مستبد یا با سکوت در مقابل جفاکاری او؟ مادر، در عصر جمهوری اسلامی آخوندها همگی مسئول ایجاد یا تداوم وضعیت قانونی کشور هستند، چه حکومتی باشند چه غیر حکومتی. طلاب و عالمان دینی نیکندیش سالهاست که از این حکومت تبری جستند و دیگر جامعه ننگین روحانیت را بر تن نمی کنند. عبا و عمامه نشانه اتحاد تمامی آخوندها بر ضد ملت ایران است و دادگاه ویژه روحانیت با خلع لباس از روحانیون مخالف حکومت تداوم این اتحاد را تضمین کرده است. آخوند خوب و آخوند بد صرفا در حکم پلیس خوب و پلیس بد است
در معرکه فریب قربانیان. هدف همه روحانیون یک چیز است: فریب ملت و قبضه قدرت. مادر، آخوندها اگر جاهل نباشند وقیحند. اگر وقیح نیستند و چگونه یک آخوند حکومتی به خود اجازه میدهد درباره اموری غیر مرتبط با حرفش که هیچ فهمی از آن ندارد، همچون تورم، رشد اقتصادی، بودجه کشور، سیاست خارجی، مسائل امنیتی و تصمیمات نظامی و هسته‌ای اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد، و چگونه یک آخوند غیر حکومتی ممکن است با آن همه لاف و گذاف در مورد ثواب مبارزه با ظلم در مقابل ستمگری هم لباسی های خود در مسند حکومت سکوت اختیار کند؟ آخوند حکومتی با آن همه عقده های فرو خورده معلوم است که لذت ریاست را با تمام دنیا عوض نمی کند. او برای حفظ قدرت حاضر است از جان ناقابل، جسم ناقص و آبروی عاریتی خود نیز بگذرد و یا از روسیه مستقیم به کرمان برود، چرا که زندگی بدون داشتن جاه و جلال حکومت و احترامات فائقه زیر دستان برای او به پشیزی نمی ارزد. آخوند غیر حکومتی نیز در آرزوی رسیدن به قدرت و سروری نظام آخوند سالار را در هر نظام دیگری ترجیح می دهد، چرا که به خوبی می داند که در یک نظام مردم سالار جایی برای عرض اندام دین فروشان نادان در عرصه حکمرانی وجود ندارد. مادر، به مسجد پا مگذار، چون تقویت روحانیت به معنای تضعیف ملت است. تجربه 42 ساله جمهوری اسلامی پیش روی ماست. دیگر چه باید بشود تا این فرقه تبهکار و بیشرم را از خود برانیم و به حجره هایشان بازشان گردانیم؟ اینها جز پاشیدن بذر دشمنی در میان ما، به فقر کشانیدن ما، به زندان افکندن ما و قتل ما در زمین و آسمان چه کردن؟ مادر، تو را به خدا به مسجد پا مگذاش. عبدالرسول مرتضوی، 8 بهمن ماه 1400، زندان رجایی شهر. بله، این زندانیا در واقع از دل زندان اینقدر با شهامت چنین پیام هایی میدن و خب غیر از ایشون یک پیام دیگه هم هست از آقای مهدی مسکین نواز که ایشون هم در واقع پیشنهاد یک کارزار رو دادن و یک کمپینی رو ایشون پیشنهاد دادن، حالا به روشی که خودشون بعد توضیح دادن. این رو هم بشنویم. به هر حال این خیلی مهمه از این جهت که زندانیان با وجود این که در اون شرایط زندان هستن کنشگری رو رها نکردند و همچنان دارن در واقع به کنشگری و مطالبه گری ادامه میدن. من فقط قبلش اعلام کنم من اینجا شلتر حیوانات ندارم و این صدای تکامی ها من شرمنده اتفال نده. مقصود هو کنش زجر مکتب آخوندیست طی 100 اندی سال تا کنون پوشیده روح اجتماعی ایران و ایرانی را، نخست با قائله مشروعه به سرکردگی شیخ فضل‌الله و بازیگردانی لیاخوف و شابشال به بعد کشمید که با پای مردی آزاد مردان مشروط خواه به گل نشست. اما 70 سال بعد به کمک غرب رفته های غرب ستیز که به راست بازان روزگار برازنده آنهاست، موفق شدن وارث دیگری را از این مکتب با نام خمینی در بهمن 57 بر مردم تحمید سازند. اما این تحمید چه مسیری را طی کرد؟ آخوندیسم، این کالبد خشک و تنگ نظر که از روح اجتماعی برخوردار نبود و از این کاستی ذاتی رنج می برد و سودای شراکت در قدرت را پیوسته در سر می پروراند، برای پایان بخشیدن به وضعیت واماندگی و دستیابی به سودایشان ابتدا می بایست به خود و جایگاهشان روحی می بخشید، چرا که به خوبی دریافته بودند که با عباراتی چون شیخ گدا
آخوند دوزاری و ملای مسجدی نمیتوانند نزد مردم و جامعه گرامی و چه بسا مقدس شمارده شوند. بنابراین ناگفته پیداست که از آستین وسط بازان داخلی و خارجی راهبرد جعل هویت بسیار زیرکانه بیرون آمد. اما این جعل و سرقت چه بود؟ ایران و ایرانی جامعه احساسی و پایبند به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خود می باشد. به طوری که از قول تاریخ انگلیس‌ها هر جا که رفتند از خودشان زبان یا فرهنگشان را به جای گذاشتند. اما ایران چنان غنی بود که نه اعراب و نه غرب نتوانست چنین کنند. بنابراین به سراغ واژه‌هایی رفتند که بار عاطفی مثبت‌تری در نزد مردم برخوردارند. اما این واژه‌ها چه بودند؟ مغ در تاریخ ایران یعنی روحانی زرتشتی. روحانی زرتشتی شناخته شده و اعتبار ویژه‌ای نزد مردم داشت که شوربختانه در مقابل دیدگان اهل کتاب و قلم نام‌های روحانی، آیت الله، حجت الله و امام وارد ادبیات این مکتب شد. در این سرقت هوشمندانه و زیرکانه عمق خیانت سیاسیون، ساده انگاری نخبگان و بی‌طرفی نظامی‌ها و بعضن همراهیشان در تثبیت آن غیر قابل انکار است، چرا که با جعل هویت توسط فرقه مشروع چی پیش درآمد نظریه برائت فقیه بود که کتابش در حکومت مشروطیت از دانشگاه تا دربار پادشاهی دست به دست می شد که عمق کج‌فهمی رجال از حکومتداری مدرن نادشان می داد و شد آنچه که نباید می شد، سقوط پادشاهی و تثبیت فرقه آخوندیست در پوشش جمهوریت. جمهوریتی که نه قوارش به این مکتب میخورد و نه قابلیت اجرایی طبق جغرافیایی پیرامونی در ایران دارد. اما راه حل چیست؟ در زمانه ای که از دموکراسی نسبی و تدریجی به یک بار از مدرسه نظام به مدرسه اعدام فرو افتادیم و دانشگاه های من زندان و زندان های من دانشگاه مرگ گردید، یا در یک اعتراض خیابانی طبق گزارشات موثق مردمی و رسانه‌های معتبر خارجی طی 50 ساعت 10,000 انسان به بند و زخم و مرگ کشیده شدند تا سیاست ارباب و به نسل موفق شود و هواپیمای اوکراینی شد گاندوی سلیمانی که جامعه‌ای در بغض فرو رفت، شکستن این فضا را یک تاکتیک کارساز است. راه اندازی کمپین و کارزارهای گوناگون و غیر متمرکز شاد و خلاقانه. بنابراین پیشنهاد می شود با راه اندازی کارزار بوک سودهو عناوین تاریخی را از این فرقه تبهکار پس بگیریم. بیایید در این واپسین روزهای جمهوری اسلامی خامنه‌ای و سینه چاکانش را غافلگیر کنیم و در فجرشان با وسیله، بی وسیله، پیاده، سواره، از پنجره تا پشت بام، هر جا و هر جور که بودیم، هرگاه حقوق اجتماعی، کرامت انسانی نقض شد و هزار دستان مکتب آخوندیسم بر ما تعرضی نمودن، با بوک سودهو در فجدشان زجری که 43 سال با دروغ، جعل، تظاهر، فریب و زور بر دستان خالی و جانهای نیمه جان تحمیل نمودن را برایشان به تصویر بکشیم. بوخ سودهو یعنی شیخ و آخوند و ملا جاش حوزه مسجد آرامگاس. بوخ سودهو یعنی نه به جمهوری اسلامی، نه به پوشش اجباری. بوخ سودهو یعنی همراهی و همدردی با دادخواهان و محکوم کردن هر نوع جنایت. بوخ سودهو یعنی پایان خامنه ای. مسکین نواج بعد این هم از آقای مهدی مسکین نواز که صداش رو شنیدیم. خب این قسمت خبرها رو با هم شنیدیم. من فقط یک موردی هستش که الان که دوستان برام فرستاده، غیر از این پتیشنی که الان به من لینکشو گذاشتم برای در واقع
آقای شیدای همدانی، یک امضای دیگه هم دوستان دارن جمع میکنن در مورد اینکه از عزیزانی که در زندان ها در اعتصاب قضا هستن درخواست بشه که اعتصابشون رو بشکنن و جانشون خب بسیار ارزشمند هست. البته الان رو گذاشتم. یک خانم قائدی هم بالا، یه فایلی هم امروز خب آتنا دائمی منتشر کرده در اینستاگرام خودش و از همه تشکر کرده بابت اینکه پیگیر وضعیتش بودن. خوب صدای آتنا رو هم بشنویم سوده جان، اونم اگر امکان داره بذار بعد خدمت امیر سالار باشه. حتما. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، همطوری که مطلع هستید من سال 93 اولین بار بازداشت شدم، 16 ماه داخل زندان بودم و بعد با سند 9 ماه آزاد بودم و دوباره از سال 95 برای اجرای حکم داخل زندان بودم. بهمن امسال بدون اطلاع قبلی و با تجمیع دو پرونده آخرم و البته با اهداف سیاسی من از زندان آزاد کردن که خواستم توی این فیلم کوتاه از شما تشکر بکنم بابت همراهیاتون، همدلی هاتون، حمایت هاتون، مبارزه هاتون در تمام این سالها که قوت قلبی برای من و خانواده‌ام بوده، چراغ راه من بوده و امیدوارم که به آرزوی اول آخرمون که همون آزادی، آگاهی مردم و احقاق حقوق انسان ها هست در کنار هم برسیم. خیلی ممنونم از همگی. خب اینم از صدای آتنا جان که ما چند هفته پیش هم با حضور خانوادهشون در مورد آتنا برنامه‌ای داشتیم. خوشحالیم که آزاد شده و امیدواریم که بقیه زندانیان هم آزاد بشن. خب امیر سالار جان، من یک مواردی رو داشتم میخوندم از مصادیق اتهاماتی که به بازداشت شده های آبان در واقع نسبت دادن. مثلا بوق زدن بود، مثلا یا یه موردش بود نگهداری فایل های پی دی اف در گوشی موبایل. مصداقی که گفته بودن نگهداری بود. حالا آیا بین در واقع نگهداری آیا نگهداری فایل در یک گوشی موبایل جرمه و در چه صورتی میتونن در واقع این رو جرم انگاری کنن اگر جرم هست، و اگر ارسال بشه، اگر براشون مرخص بشه که یک فایلی ارسال شده واسه کسی دیگه، اون در واقع چه وضعیتی داره؟ یه سری از این جور چیزها بود توی مصادیق اتهامیشون. من فکر کنم در مورد خیلی از موارد ما قبلا صحبت کردیم، خیلی از اتهامایی که در واقع به افراد نسبت داده میشه، ولی این متهمان آبان این مواردش که خوندم به هر حال موارد جالبی بود. مثلا داد زدن یا مثلا یکی از چیزایی بود که گفته شده بود. و من دوباره اگر بشه اون قسمت رو یه مروری بکنم که دقیق‌تر صحبت کنیم، یا مثلا تشکیل گروه در واتساپ بوده، حتی یک مورد بوده که گفته که ماشینشو پارک کرده، بعد پارک کرده و تماشا کرده همراه با دیگران، یا یک موردی بود کشف پرچم شیر و خورشید از منزل. اینها رو در واقع به عنوان مصادیق یه سری از اتهام ها معرفی کرده بودن. اگر ممکنه در مورد اینها شما بیشتر توضیح بدید. بله خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت شما آرش عزیز، سوده و دیگر دوستان حاضر در اتاق. بله این موارد عجیب بود واقعا، و البته خب عجیب از یه جهت حقوقی و قانونی عجیب دیگه، وگرنه به جهت رسیدگی و تجربه رسیدگی اینها خب خاطره است. من اگر یادتون باشه در یکی از اتاقها در مورد یک ماجرایی صحبت کردم که یکی از زندانیان سیاسی
در یکی از مواردی که توهین به رهبری رو براش تفهیم کرده بودن، دمپایی خودش در آورده بود، مثلا پرت کرده بود به سمت قاضی. و بعد که من رفتم و با قاضی صحبت کردم و قاضی گفتش که آره دمپایی پرت کرده سمت عکس. خب محل نشستنش هم جوری بود که عکس کاملا در راستای نشستنش پشت اون دجت القضا یا کفت القضا بود و تو یه راستا بود. گفتم خب از کجا معلوم شعار رو نمیخواسته بزنه؟ گفت که نه خب میخواست عکس رهبری رو. گفتم خب مگه گفت میخواد عکس رهبری رو بزنه؟ دمپایی پرتاب کردی دیگه، اسم رمز که نگفتی و شاید شما رو میخواسته بزنی، شما چرا نیت خوانی میکنی؟ من خب واقف بودم که دارم چی میگم ولی ایشون متوجه نبود. در نهایت گفت که خب من جاهالی دادم. گفتم خب شما تو این به رهبری کردی، خب به رهبری هزینه داره، شما فکر خود رهبری پشت سر شما واسطه بود، شما جاهالی میدادی؟ قطعا نه. بنابراین حالا که شما جاهالی دادید و خورده به عکس رهبری، شما مقصرید. نظرم شما توهین کردید، یا حد اکثر میتونه مشارکت در توهین. حالا اگرچه باید وحدت قصد باشه ولی میشه اینجوری هم در نظر گرفت. بله ما این موارد رو داشتیم، یعنی فکر میکنم یه روزی ممکنه این رسیدگی های قضایی که در ایران انجام شده در این دست کم 14 و خصوصا تو این یک دهه اخیر، من شهادت میدم به هر حال ما کسانی رو داشتیم در دادگاه انقلاب که اگرچه امنیتی نگاه میکردن ولی آرایشون تا حدودی قابل سر و شکل دارای سر و شکل بود و حداقل به جهت شکلی میشد خودمون رو فریب بدیم که یه حکمی صادر شده. ولی الان دیگه مواردی الان داره جرم انگاری میشه به عنوان مصادیق مجرمانه عنوان میشه که حقیقتا خنده داره. من دیدم مورد تماشا کردن، یعنی فردی به صرف اینکه ایستاده و تماشا کرد. حالا من اصلا برام عجیبه که اینها چجوری اینو ثابت کردن. این تماشا کردن دقیقا مثل همون موردی بود که مثال زدم، دقیقا چجوری فهمیدن که داره کجا رو نگاه میکنه؟ توی زندان بینم که بودم، خب موارد متعدد از این مصادیق ذکر میشد و برای پرونده بچه ها میامد. خب ببینید ما در قانون اصولا فعلی که میتواند عنصر مادی مجرمانه رو تشکیل بده، نه ترک فعل. یعنی اگر شما کاری انجام ندهید جرم نیست اصولا، مگر در مواردی که خاصه در قانون به عنوان جرم ذکر شده و براش مجازات تعیین شده. فرض بفرمایید کسی که مسئولیتی داره در بیمارستان، مثلا پزشک پرستاره و باید مراقبت بکنه، اگر به وظایف خودش عمل نکنه یا داروی بیمار رو نده یا بیمار رو تیمار نکنه، اینها موارد ترک فعل استثنایی است که در قانون به عنوان ترک فعل مجرمانه پیش بینی شده. اما اصولا عنصر مادی جرائم متشکل میشه، در واقع تشکیل میشه از افعالی که افراد مرتکب میشن، این حالت ایجابی داره، سلمی نیست. خب مواردی هم مثل داد زدن یا صرف نگهداری، ببینید نگهداری یک فایل بیشتر موقعیت نظرم، خیلی تو دستبندی فعل و ترک فعل قرار نمیگیره، موقعیت در واقع وضعیت. مگر اینکه بخوایم بریم از ابتدا بررسی کنیم، بگیم مثلا تو این رو نگه داشتی، این نگه داشتن مسئله است. اما من شنیدم که مواردی بوده که بقای یک فایلی، بودن یک فایلی در موبایل رو ذکر کردن، یعنی اشاره نکردن به اینکه، حتی اگه اشاره میکردن به اینکه خب اصلا چه رفتی و این فایل رو ذخیره کردی در گوشی، باز این یه فعلی بود به هر حال. ولی اینکه حالا ما بگیم آقا این معلوم نیست شما که اینو ذخیره کردی در موبایلت و الان یه دو ماهی احتمالاً گذشته یادش هم اصلا رفته پاک بکنه، این موارد رو ما در مورد فضای مجازی هم داشتیم. مثلا مواردی مثل پاک نکردن کامنت های توهین آمیز ذیل پست هایی که افراد در حالا فیسبوک یا اینستاگرام می‌ذاشتن. فرض بفهمید شما یک پستی رو نوشتید، اصلا مجرمانه هم نیست و توهین هم نکردید و از نظر آقایون هیچ مشکلی هم نداره، یه نفر میاد بی‌ربط زیر این پست یه توهینی می‌کنه، شما هم مثلا حالا اون تایمی که باید برید و سر بزنید به صفحه خودتون نمی‌رید، کاهلی میکنی،
نتیجه اخلاقیش اینه که باید همیشه حواسمون باشه که سریع بریم و دو ساعت یه بار چک بکنیم. اگر یه روز بگذره ممکنه درد سر بشه. خب همین موارد رو مجرمانه میگرفتن و به عنوان تبلیغ علیه نظام یا تشویش از آن عمومی یا مواردی از قبیل معاونت یا مشارکت در جرائم اینچنینی لحاظ میکرد. این موارد البته در کیفرخواست ها میاد، بعدن هم عیناً قضات اینها رو در احکامشون انشاء میکنن و توجه نمیکنن که نباید کیفرخواست رو عیناً کپی پیست کنن توی دادنامه. باید اون مواردی که در کیفرخواست به عنوان عنصر مادی مورد نظر ذکر شده اونها رو باید در قالب مواد قانونی ذکر بکنن. مثلا اگر فرض بفرمید کسی یه فایل صوتی رو یا یه فایل تصویری رو یا یه عکسی رو برای کسی ارسال کرده، اینو دیگه نباید توی حکم بیارید. حالا صرفا برای اشاره به عنصر مادیش میتونید اشاره بکنید ولی موضوعیت نداره، باید تبدیلش بکنید به ماده تامی دیگه. مثلا بگید تبلیغ بوده، شما از این طریق تبلیغ کرد یا مثلا از این طریق تشویش اذهان عمومی کرد. این موارد برای خودمونم جالبه که بدونم الان چگونه برخورد میکنن، ولی متاسفانه وقتی قوانین رو به شکل خیلی من واقعا نمیتونم واژه دیگه غیر از بیشرمانه براش به کار ببرم، ما قانون صراحت داره، تبصره ماده 48 در مورد حضور وکلای ماده تبصره ماده 48 عنوان میکنه که صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای ویژه لیست قوه قضاییه میتوانن حضور پیدا بکنن، در مرحله دادگاه، مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر به هیچ وجه نمیشه این رو تحمیل کرد. خب مثلا در پرونده آقای چهارمت دیدیم که از پذیرش وکیلی که خانواده تعیین کردن سر باز زده شده، این خلاف قانون دیگه. به چه استنادی آقای صلواتی این رو مانع میشه؟ ایشون من یادم از همون موقعی که این قانون 92 آمد و قانون آیین‌نامه کیفری هم همین 92 آمد ولی تا 94 اجرایی نشد تا اصلاح شد در عرض چند روز و بعد اجرایی شد و تبصره ماده 48 هم به نوعی محصول همون فاصله بین 23 خرداد 94 بود تا اول تیر 94 که این قانون اجرایی شد بعد از 2 سال فتره. خب از همون موقع ایشون اجازه نمیداد وکلا در مرحله دادگاه هم حضور پیدا بکنن و صراحتا خلاف قانون بود و من حداقل میدونم که هم خودم هم همکارانم بارها و بارها این موارد رو به دادگاه انتظامی قضات گزارش کردیم، شکایت کردیم. آقای صلواتی یکی از رکوردداران شکایت از خودش هست، یعنی در واقع از یک قاضی هست، یعنی شاید بیشترین شکایتی که تا الان انجام شده واقعا متعلق به آقای صلواتی آقای مقیسه باشه، نداریم کسی دیگه رو انقدر ازش شکایت شده باشه و ولی هیچ کنون از این شکایت ها رسیدگی نمیشه و معلوم نیست اینها اعتبار خودشون از کجا دارن میگیرن. البته معلومه ها، ولی این معلوم نیست یک جور حالت کنایی داره، مشخصی که از کجا دارن میگیرن که با رفتن رؤسای قوای مختلف از قوه قضاییه، یعنی 3 تا رئیس قوه میرن و میان، 4 تا به تعبیری، ولی همچنان که ایشون هستند، همگان روند و آیند تو همچنان که هست. و این جالبه واقعا که یک دفعه من یادم بهشون گفتم برای خودت عجیب نیست که مثلا تو الان این همه سال الان تو شعبه 15 ای، خب مرد حسابی، تو بالاخره ارتقای قضایی، یعنی دلت نمیخواد، خب نمیخوای مثلا بری دادگاه تجدید نظر، نمیخوای بری مثلا دیوان عالی کشور، و اصلا برات سوال نیست که چرا تو رو ارتقا نمیدن و نه سوال براش نمیشه چون جوابش رو میدونه، جوابش هم اینه که سیستم حتی به خود او هم اعتماد نداره. این یه طنز خیلی تلخیه که سیستم حتی به خود آقای صلواتی هم اعتماد نداره، نمیذاره از یه جایی به بعد بالاتر بره. ممکنه در یک جایی حتی به آقای مقیسه اعتماد بکنه ولی به آقای صلواتی اعتماد نمیکنه. حالا چه محاسباتی دارن من نمیدونم، ولی واقعیت به هر حال مدت زمانی که قضات ارتقای شغلی پیدا میکنن از یک مقطعی به مقطع بعد، مقطع بالاتر، معمولا بین 5 سال تا 7 سال، نهایتا 10 سال، ولی
آقای سرایی هم چند سال خوب در شعبه 15 دادگاه انقلاب داره فعالیت میکنه. این هم مهمه، یعنی این ارتقاء برای همه قضات فارغ از اینکه تو چه جایگاهی قرار دارن مطلوبیت، و اینا نشون میده دیگه، مناسبات رو نشون میده، بخشی از مناسبات رو روشن میکنه که به چه صورت هست. و از همه به نظرم غم‌انگیزتر اینه که خب فردی که حالا شاید همه ما فکر کنیم آقای صلاحاتی خیلی هم مورد اعتماد، ولی من به قرینه این حرف و موارد دیگه میگم نه، اینجوری نیست. و حالا حساب کنید بچه های مردم رو میدن دست کی؟ کسی که حتی خودشون هم بهش اعتماد نداره و او محاکمه میکنه و عدده براش، یعنی حبس عدده و اصلا توجهی نمیکنه که داره الان یک حکمی رو صادر میکنه. خب این حکمی که داره صادر میکنه باید قرار ظاهرا قرار تعامل بشه دیگه، قرار سپری بشه، ولی ایشون تصوری نداره، سری کار شده است انگار که براش مهم است. در مورد موارد آبان من بیشتر از این فکر نمیکنم، چون مسئله آبان رو یادمون نره، مسئله بود که باید سری جمع میشد، باید حالت بازدارندگی پیدا میکرد، یعنی فقط این نبود که افراد محاکمه بشن و حالا یک ضربه متقابلی دریافت بکنن، بلکه بخش عمده دادگاه آبان این بود که با توجه به هشدارهایی که داده شده بود مبنی بر کاهش مدت زمان وقوع اتفاقات مشابه آبان، حاکمیت مطلوب بود براش که در رسیدگی ها به گونه ای عمل بکنه که افراد براشون یک بازدارندگی ایجاد بشه و محاسبه بکنن که اگر مثل آبان بخوان بیان تو خیابون، چنین تبعات قضایی رو علاوه بر تبعاتی که کف خیابون براشون اتفاق افتاده خواهد داشت. خب به همین دلیل انقدر افراط میکنن، یعنی اینکه حالا ما میبینیم مواردی رو که حتی برای یک فردی که حقوق هم نخونده یا اصلا شغلش این نیست، حرفش این نیست، برای این افراد هم به نوعی خنده داره، ناشی از افراطیه که در این بازدارندگی میکنن. توجه هم نمیکنن که خب این بازدارندگی نهایتا تا یه جایی جواب میده، بعدش دیگه تبدیل میشه به یه کمدی و خیلی هم خنده دار و اصلا اتفاقا نه تنها بازدارندگی ایجاد نمیکنه که تشویق کننده هم هست. خب اگر واقعا به دنبال این هستید که بازدارندگی ایجاد بکنه، دیگه تا تهش رو نپیچونید که هرز بشه پیچه ببره. اینا رو محاسبه نمی کنن به خاطر اینکه سیستم فقط به دنبال اینه که از طریق همین محاکمات، از طریق همین آراء بی حساب و کتاب که قرار گرفتن در یک موضع امن و بدون خدشه از قرار دارن. نکاتی رو آرشان گفتن، ما در آقای شارمرد نفهمیدم آرشان یعنی چی، که شما گفتید که دادگاه حقوقی و کیفری، اینو نفهمیدم. اون دادگاه حقوقی با این تذکر و توضیح که دادگاه حقوقی، خب معمولا ما به دادگاهی میگیم که موضوعش رسیدگی به امور مدنی است، یعنی امور کیفری خب در اون رسیدگی نمیشه. بعدش چون تفکیک کردی بین دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری متوجه نشدم، اگه میشه اینو یه توضیح بده. و در مورد آقای پدر آقای همدانی هم فرمودید که ظاهرا ایشون بیماری قند دارن و ایشون اعزام نمی‌کنه. بله این یکی از معضلاتیه که خب همیشه داشتیم تو زندان‌ها، آسیب‌هاش هم دیدیم، افراد زیادی هم متأسفانه همین اخیراً خب بکتاش سر چه چیزی اتفاق براش افتاد، سر همین مسائل دید. حالا حساب کنید بیماری بسیار خطرناکی مثل قند که باید حتما آمپول انسولین برای تنظیمش وجود داشته باشه، لای قندش یه بالا باشه. خب این موارد رو زندان نه هزینه میکنه نه اصلا اهمیت میده، بیشتر هم گفتیم مسئله شون نیست. از نظر اونها کسانی که علیه امنیت اقدام میکنن و همکنون در زندان هستن، همین که آب در واقع نونشون رو دارن میدن و زنده هم دیگرشون داشتن، باید بنده خدا رو شکر بکنن، دیگه توقع ارائه خدمات پزشکی نداشته باشن. این نگاه واقعی است، این فکر نکنید که از خدا در میاد، نه این نگاهیه که مثلا توریزه شده و همه هم باهاش مشکلی ندارن، خیلی هم راحت. مطلب دیگه اگر هست بفهمید که من یادآوری کنید، چون حافظم بله. بیاریم اما یک موردی رو یه مورد
در واقع خبر تلخی بود که امروز دیدم، در واقع آبان هنوز داره قربانی میگیره. یک جوانی 28 ساله در کرمانشاه که در جریان آبان ماه 98 در 25 آبان در میدان گاراژ کرمانشاه هدف اصابت مستقیم گلوله ساچمه‌ای قرار گرفته بود و از ناحیه هر دو چشم متاسفانه نابینا شده بود، چشماش تخلیه شده و نابینا شده بود به خاطر مشکلات روحی ناشی از نابینا شدن و همینطور فقر مالی. امسال خودکشی کرد و به زندگی خودش پایان داد. البته خبرش الان منتشر شد ولی این مربوط به در واقع چند ماه قبل اردیبهشت ماه این خبر، ولی الان در واقع مشخص شد که این جوان از کسایی بود که در آبان ماه مجروح شده بود. یک مورد دیگه هم آقای اسماعیل عبدی از یک زندانی نوشتند به اسم عماد جعفری پور، که این آقای عماد جعفری پور در سال 94 یک بار بازداشت شدن توسط پلیس فتای هشتگرد که احضار شده بودن که بابت تعداد اسکرین‌شات تلگرامی که در واقع توهین به مقامات جمهوری اسلامی بود توضیح بدن، و از اون موقع در واقع مشکلشون شروع شد و هر شبت که بعد با عنوان تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات برشون پرونده درست شده بود، ولی تبرئه شدن. در بهمن 97 دوباره توسط اطلاعات هشتگرد بازداشت شدن و 10 روز انفرادی بودن و 20 روز هم در زندان مرکزی کرج بودن که با قرار کفالت آزاد شدن و در نهایت با جریمه 2 میلیون تومانی مواجه شدن و پروندهشون مختومه شد. اما دوباره باز هم با اینکه ایشون دو بار پروندهشون مختومه شده بود، دوباره سال 99 به دادگاه انقلاب کرج احضار شدن و این بار بهشون 12 سال زندان دادن، حکم 12 سال زندان دادن و با اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی و این چیزا مواجه شدن و در دادگاه تجدید نظر حکمشون به 5 سال و 15 روز کاهش پیدا کرد. الان در واقع درخواست اعاده دادرسیشون به شعبه 19 دیوان عالی کشور رفته و امیدوارن که تبرئه بشن. ولی ایشون یک جوانی بودند که کتاب 20 جلدی نوشته بودند به 2 زبان فارسی و انگلیسی با عنوان من شهروند کشور زمینم. کتابشون مجوز داشت و البته در حال بررسی بود مجوزش، ولی خارج از کشور منتشر شده بود. بعد مهندس کشاورزی بودند، اما غیر از کشاورزی دوره هایی رو رفته بودند و تخصص هایی پیدا کرده بودند تو زمینه گاز که با شرکت توسعه ملی توسعه گاز فعالیت می کردند و در شرکت و به عنوان ناظر فنی و اینها در خیلی از شرکت ها بودند و در نشریات مختلف استانی در خوزنیوز، خوزنا، سیاست نیوز، کوکیلی نیوز در این جاها مقالاتشون منتشر می شده در و در مسابقه فیلمنامه نویسی در چین مقام اول رو به دست آورده بودن. خلاصه یک کسی بود که سرش هم تو زندگیش بود و تنها در واقع به خاطر یه سری اسکرین‌شات تلگرامی، حالا شاید طرف عصبانی بود. خیلی از مردم الان توی تاکسی و اتوبوس و تو خیابون دارن فوش میدن به مقامات جمهوری اسلامی، حالا ایشون تو تلگرام همون حرفا رو زده. بعد وقتی که ما در موردشون تو اینستاگراممون یه پست گذاشتیم، خیلی دوستانشون اومدن خیلی از خصوصیات اخلاقی مثبتشون گفتن و خیلی ازشون تعریف کردن
و خیلی برای ما جالب بود، خیلی برام جالب بود که این همه که ایشون یه فرد محبوبی بودن بین دوستان و آشنایان، این تعداد کامنت تاییدآمیز ما ندیده بودیم که در واقع بیان در مورد کسی بگن. خب در هر حال اینم یک موردی بود که من تو اخبار زندانیان جا انداخته بودم بگم. خانم مرسده قائدی عزیز هستن، خانم مرسده قائدی رو بشنویم ببینم که برامون چه دارند، و بعدشون هم از خانم پوران ناظمی بخوایم که آخرین خبر در مورد برخی از زندانیان رو به ما بگن. خانم قائدی بفرمایید. با درود به همه دوستان و خسته نباشید، و میخوام از بابت تشکیل این اتاق واقعا دوباره تشکر کنم. این بزرگترین کاری که میشه در مورد اخبار زندان کردن داره این اتاق انجام میده، و اطلاع رسانی از وضعیت زندان ها که همه اخبار گفته شد، و متاسفم که اینقدر کم میان و اخباری که باید هممون بشنویم که تو زندان چی داره اتفاق میفته. من فقط دو نکته میخواستم بگم که واقعا این نوارا وقتی پخش میشه از داخل زندان و نشون میده که واقعا مقاومتی که زندانیان در مقابل این رژیم دارن همچنان با تمام سرکوب هایی که وجود داره دارن با شهامت از داخل زندان صدای خودشونو در واقع به گوش همه میرسونن، که وظیفه تک تک ما اینه که اونایی که دارن از داخل زندان این کار رو انجام میدن ما صدای اینها رو باشیم و همه جا پخش کنیم. واقعا بسیار برای من در عنوان یک زندانی قدیم میدونم که با چه فشاری با چه جسارتی این نوارا رو واقعا پر میکنن و بیرون میرسن و عواقب اونو در واقع در نظر میگیرن، میدونن هر بلایی سرشون میاد ولی میخوان نظرشون رو مطرح کنن. همین آتنای عزیز بعد از این همه فشار نواری که میفرسته به عنوان تشکر باز هم نشون دهنده مقاومتش با هم که از در واقع از زندان اومده بیرون. در مورد آبان راستش به نظر من خیلی موردهای خودکشی زیاده، و اگر همین چند روز همین تطبیقن جمعه و شنبه یک شنبه که دادگاه مرحله دوم آبان برگزار شد، الان وقتش نیست ولی اونجا دوباره ما دیدیم که یه مادری اومد توضیح داد جلو چشم بچهش در یکی از این محلهای دستگیری سه نفر رو در واقع آتیش زدن، و این بچه وقتی که آزاد شد نتونست تحمل کنه و خودش خودکشی کرد. جنایت های هولناکی که تو آبان اتفاق افتاد هنوز با اینکه این همه دارن خانواده ها صحبت میکنن ولی هنوز بخش زیادی از خانواده ها حرف نزدن، و به نظر من یک تشابهی بین سرکوب خودم به عنوان دهه 60، سرکوب دهه 60 و 98 خیلی ویژگی های خاص خودشو داره که شاید الان تو این اتاق نیست و فرصتش نیست، ولی من میدونم موضوع این اتاق نیست، ولی چون آرش صادقی عزیز تو اتاق هست من میخوام یه پیشنهاد و دوست دارم، یعنی اگه میشه یه بار در این صحبت بشه. خود آرش صادقی به عنوان یک زندانی سابق سیاسی و اعتصاب قضا کرد، من میخوام ببینم جنبندی خود ایشون در مورد اعتصاب قضا چیه و چقدر این حرکت اعتراضی رو مثبت میبینه و چقدر به نفع زندانیه. من برای این میخوام در مورد این صحبت بشه. ببینید دهه 60 ما کمتر از این حرف استفاده میکردیم، و بچه هایی که اعتصاب کردن در آخرین لحظات که وضعشون واقعا بد بود دست بردن در بهداری اوین، دست و پاشون رو بستن به تخت و بهشون سرم زدن، گذاشتن 70 روز گذشت.
یعنی یکی از دوستان ما که الان هم اون عوارض وجود داره، دقیقا 70 روز درست لحظاتی که دیگه توانش رفته بود، الان من نمیدونم اینا با بچه های زندانی چی کار میکنن، ولی دوره ما میذاشتم وقتی زندانی فرسوده میشد، اون لحظه بدونی که به خواستش برسه میرفتن و بهش سرم میزدن و برش میگردوندن. و این یکی از مسائلی که الان خیلی مهمه. ما میبینیم تمام بچه هایی که اتصاب غذا میکنن، همین در مورد بکتاش آبتین عزیز دیدیم، خود کانون نویسندگان اطلاعی داد و خواست این اتصاب غذا رو در واقع ادامه ندن و الان دوباره باز یک نامی هستش که میگن اتصاب غذا رو ادامه ندید، چون خود آرش عزیز میدونه که بعد از اتصاب غذا در اون زندانی که همین الان بحثش بود که هیچ گونه امکانات درمانی وجود نداره و سطح مبارزه رو در سطح مبارزه تاثیر نداره، سالم بودن این زندانی که الان ما نواراشون داریم میشنویم و مقاومتشون رو داریم میشنویم، این در واقع ارجحیت به اون کار. من با احترامی تمامی که برای الان زندانیایی که اعتصاب غذا میکنم و قبلا کردن، ولی نظر خودم، من اون دورم اعتصاب غذا رو یک ابزار فشار گذاشتن بخشی که رو رژیم باشه نیست، فشار جسمی که به بچه های زندانی میاد و اینها رو واقعا فرسوده میکنه برای ادامه مبارزشون، این تجربه خودمه. ولی میخواستم بچه هایی که این دوره در زندان اعتصاب غذا کردن، شاید در این چارچوب این اتاق نباشه، ولی به نظر من از اون نکته هایی که باید سر صحبت بشه و بحث بشه، برای اینکه الان ما میبینیم همین مسئله خیلی از این بچه ها ممکن جونشون رو از دست بدن و در خطرن از نظر موقعیتی، و بر همین باید به نظرم در یه فرصتی، شاید این اتاق اصلا موزی این اتاق نباشه، ولی خواستم اینو مطرح کنم، شاید یه اتاق دیگه سر یه مسئله صحبت بشه، ولی این نکته بسیار مهمیه. در مورد این آبان هم میتونین اخبارشو در واقع تو همین سایت ها تعقیب کنین، خیلی مسائل جدیدی مطرح شده، به خصوص که از بدنه رژیم اومدن و اعترافاتی که دارن الان میکنن که چه جنایت هولناکی در اون مدت کوتاه اتفاق افتاد. مرسی از اینکه این وقت به من دادی. خیلی ممنونم از شما. اول خود در مورد دادگاه آبان، بله خبرش رو دنبال میکنیم، بله درسته، یکی در واقع از عوامل به جمهوری اسلامی که در واقع حالا به مردم پیوسته گویا عنوان کرده که در خوزستان فقط 427 نفر کشته شدن در آبان 98 و در تهران 422 نفر. حالا دیگه جاهای دیگر رو نگفته بود، ولی این دوتا جا رو گفت به طور اونطور که من دیدم، و موارد دیگه هم مطرح شد. حتما من توصیه میکنم که اینستاگرام آبان تریبونال رو دنبال کنید دوستان، اونجا هر روز اخبار این دادگاه آبان هست و نکات مهمی اونجا داره مطرح میشه. ما شاید اصلا یک برنامه بذاریم با دستاندارکاران این دادگاه، یک برنامه جداگانه که در مورد این دادگاه صحبت بکنیم. بعد یک مورد دیگه که در مورد اعتصاب غذا فرمودید، ما اتفاقا دیروز با آرش صحبت میکردیم، هفته پیش هم امیر سالار پیشنهادش رو داده بود که با زندانیانی که از زندانها آزاد میشن صحبت بکنیم و در واقع از تجربیاتشون بگن، و این رو من فکر کنم در یک برنامه جداگانه‌ای بتونیم دنبال کنیم و داشته باشیم. و حالا هم آرش هم خیلی از زندانیای دیگه ای که آزاد شدن، هر کدوم یک برنامه جداگانه بهشون اختصاص بدیم در مورد این موضوعات و تجربه هاشون بگن، که خیلی یادگیری داره برای همه.
یکی این، من فکر کنم که اگر اجازه بدین بعد از اینکه صحبت های خانم ناظمی رو بشنویم بریم قسمت دوم، چون میترسم اگر وارد این موضوع بشیم، آرش هم الان بخواد در مورد اعتصاب غذا توضیح بده، خیلی جریان طول بکشه. من فقط یک تفاوتش رو بگم با دهه 60 اینه که در دهه 60 اگر زندانی ها اعتصاب غذا میکردن اطلاعاتش خیلی به بیرون درس پیدا نمی کرد، ولی الان با توجه به رسانه ها و ابزارهایی که هست اطلاعات به بیرون میاد و خب طوفان های توییتری برگزار میشه، اونایی که بیرون هستن مرتب پیگیری میکنن و رسانه ایش میکنن و این شاید یک تفاوت عمده هست نسبت به اون موقع. همونطور که خب صدای خیلی از مادران دادخواه در دهه 60 شنیده نشد و دیده نشد که در واقع چه مصیبت هایی رو اونها متحمل شدن، ولی الان صدای ها شنیده میشه، صدای افرادی که در این دوره عزیزانشون رو دست میدن. این تفاوت در مورد در واقع اعتصاب غذای زندانیان هم به نظر من تفاوت عمده تو این قضیه بودش. خانم ناظمی بفرمایید، برای ما که از عزیزانی که در زندان هستن، ما امروز در یه اتاقی دوستان میگفتن که هیچ خبری از آقای جواد لعل محمدی نیست. اگر خبری از ایشون دارید و یا خبری از آقای واحدیان دارید و آقای کمال تبریزی و بخش کمال و یزدی، من گفتم تبریزی، بعد عرض شود که بقیه زندانیان، خانم فریده مراد لحظه فکر کنم جواد کارگردان محترم مملکتم گرفتن. آره و خانم فریده مرادخانی، لطفا بفرمایید ما در خدمتتون هستیم. بله سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خوشحالم که در خدمتون هستم. من یه عذرخواهی و همه بدهکارم، هر وقت که میام تو اتاق متاسفانه نمیدونم چطوری میشه، یا نتم قطع میشه یا حالم بد میشه. اگر که این همچین اتفاقی افتاد باز پیشا پیش عذرخواهی میکنم ازتون. در مورد دوستانی که مشهد بودن، آقای لال در اطلاعات هستن، هنوز در انفرادی هستن در بازداشتگاه اطلاعات. آقای واحدیان هم به همین طور، البته آقای واحدیان دو سه روز قبل تماس گرفته بودن با خانومشون تلفنی صحبت کنن، جایی بودن که آقای دکتر کمال هم بودن و با ایشون هم صحبتی کرده بودن، خیلی هم به هر حال جدی و مقاوم دارن ادامه میدن. گفتن من هیچ بازجویی رو ندادم، دادگاه رو شرکت نکردم، ولی با این حالی که حکم اومده هنوز در اطلاعات نگهداری میشن. متاسفانه همینطوری که میدونید حالا دکتر کمال جعفری اصلا خوب نیست، بهشون مرخصی داده بودن، منتها مرخصی درمانی رو خیلی تاکید کرده بودن که ایشون حقی که هیچ فعالیتی رو بکنن ندارن. منتهای مراتب خب یکی دوتا حضور ایشون در گروه ها مثل این که مشکل براشون به وجود آورده بود، چندین تماس بوده که احتمالا مرخصیشون رو لغو میکنن. آقای محمد حسین سپهری هم که بیمار هستن، مدتی هست که دارن میارنشون بیمارستان برای فیزیوتراپی، تا حدودا در دور قبلی که می آوردنشون حتی خود من تونستم برم مشهد یکی دو روز صبح وایستم اون قسمتی که به حال ایشونو می آوردن و می بردن یه احوال پرسی باشون بکنم، ولی از چند روز قبل مامورا خیلی رفتار بدی با خواهر ایشون و به هر حال خانوادهشون که رفته بودن اونجا داشتن، اجازه نمیدن بهشون نزدیک بشن. این از دوستانی که مشهد هستن. اما امروز من برای دومین بار رفتم خدمت مادر و خواهر فریده مرادخانی نازنین. من فکر میکنم به فریده مرادخانی خیلی، یعنی خودش خیلی مظلوم واقع شده، در این حالی که حالا به هر حال وابستگی های خاصی به بعضی ها که بعضی قدرت مدارانه در این مملکت داره، اما خب به نظر میرسه که
هیچ چیز ویژه‌ای براش در نظر نگرفتن جز این که در بند فوق امنیتی قرارش دادن و بیشتر دارن آزار و اذیتش میکنن. در طول این یک ماهی که دستگیرش کردن فقط دو بار تونسته با خانواده‌اش تماس داشته باشه، حد اکثر 30 ثانیه. یک بار که روز اولی بودی که دستگیرش کرده بودن بعد از ظهرش تماس گرفته که به خانواده‌اش اطلاع داده بازداشت شده و فقط تنها این تاکید رو کرده که حقی که برای من وثیقه بذارید ندارید. یک بار هم که روز مادر بوده تماس گرفته و گفته به من اجازه دادن من 30 ثانیه فقط روز مادر رو به شما تبریک بگم. در همین حد دیگه اطلاعی نیست، اما پدرشون خب به شدت حالشون بده، بیمار هستن، در حدی که خود اینها میدونید مرتب میان بررسی میکنن که ببینن که شرایطشون چجوری هست، ولی هر چقدر هم خواهرشون چند بار پرسیده هیچ اطلاعاتی ندادن. فقط گفتن هر وقت که موقعش بشه خود فریده بهتون اطلاع میده. مادرشون تصمیم داشتن امروز البته اگر دیگه خبری از فریده نشه اقداماتون رو انجام بدن. در مورد نرگس محمدی نازنین هم که میدونید که این رأی ظالمانه که بهشون دادن در حال اجرا هست، حالا به حال چندین بار تونسته تلفن بزنه با خانواده صحبت کرده، بعد بعضی وقتایی که دوتا دوستانم بودن به حال سلام رسونده. اما مورد مهمی که من میخوام بهتون بگم و خوشحالم که امشب این اتاق بود، من خیلی هم سر این مسئله ناراحت بودم و بتونم اینجا بگم، در مورد فرزانه انصاری فر هست. فرزانه انصاری فر رو که حتما همه میشناسین، خواهر فرزاد انصاری فر در از جان باختگان آبان 98 هست. امروز فرزانه تماس گرفت با من، خیلی ناراحت بود، برای اولین بار بود من دیدم که دختری که واقعا خود من ازش واقعا درس عشق و استقامت یاد گرفتم، یعنی من هیچ وقت باور نمی کردم که یک خواهر بتونه اینقدر عاشقانه به برادرش، به خانوادهش وفادار بمونه. اما به هر حال فرزانه اینقدر استقامت داشت بعد از اینی که برادرش رو کشتن. میدونید که این به شدت خواهان این بود که قاتل برادرش مشخص بشه و مجازات بشه، منتها خب این کار رو که نکردن مرتب اومدن تهدیدش کردن، بازداشتش کردن، خودش خانوادهش رو، بعد که دیدن ساکت میشن اومدن خونه و ماشینش رو آتیش زدن. یه عده‌ای از همین آتش به اختیارهایی که وابسته به وزارت اطلاعات بودن، ولی باز هم خب فرزانه سکوت نکرد تا پارسال که 3 تا پرونده متفاوت برای فرزانه با 3 تا اتهام خیلی عجیب باز کردن. یکی از اتهاماتی که برای فرزانه نوشتن سرقت آسانسور هست. حالا ما نمیدونیم این آسانسور به این بزرگی کجا بوده که فرزانه تونسته اینو سرقت بکنه، و جالبه که اونها اومدن دست روی فرزانه بلند کردن، توهین کردن، بی‌ادبی کردن، ولی اون رئیس پاسگاه هم از دستش به حال شاکیه. یکی از اتهاماتش توهین به رهبری هست، توهین نمیدونم به اسلام هست، همین چیزایی که برای همه پرونده سازی میکنن. اما قسمت جالبش این آسانسور بود. ولی مورد چیش اینه که در یکی از این اتهامات که اگه بیاد داشته باشین در همون حدودهای آبان بود که برگزار شد تو بهبهان، چندین نفر هم با هم بودن، مثل این که یک حکم زندان برای فرزانه صادر کردن که فردا احتمالا تایپ شده و بهش ابلاغ میشه. اما با این چند ماهی، تو این یک ماهی که گذشته، هر کس که خونه اینا آمده یا هر کس که با این خانواده تلفنی ارتباط داشته، یکی یکی اینها رو احضار کردن، تهدیدشون کردن، از بعضی ها تعهد گرفتن که حق اینه که با این خانواده ارتباط داشته باشید رو نداریم. یعنی ما خیلی تا حالا دیده بودیم که مثلا به دوستان، به همفکران، به کسایی تهدید میکردن یا همچی کارایی رو میکردن، اما این که دیگه به هر کسی که با اینا ارتباط داشته باشه رو بیان تهدید بکنن و تعهد بگیرن، جز اون چیزای خیلی نادری بود که من شنیدم. به علاوه اینها 26 هم یک دادگاه دیگه داره و
یک احضاریه هم برای پدر و برادرش اومده. میدونید که عموش هم تا همین چند روز پیش بازداشت بود، اما گویا این احضاریه هایی که خیلی هم اینطوری که حالا اونجا به هر حال به گوششون رسیده بوده، مثلی که میخوان برخورد سختی هم با این خانواده بکنن. یکی از دلایلشون هم احتمالا همون شهادت پدرشون در دادگاه آبان بوده. فرزانه خیلی به نظر، یعنی این چیزی که حالا دلش میخواست که خیلی ما صداش باشیم، کاری که از دستمون بر نمیاد انجام بدیم، اما به هر حال باید این خبر را حتما همگی رسانه‌ای بکنیم. بیشتر نگران پدر و برادرش بود. فرزانه ببینید، میدونید که فرزاد پسری که با اون فرز طرز فجیع کشتنش از سر کار می اومد، یک کارگر بود، یعنی از لحاظ مالی به هر حال خانواده متوسطی بودن، که تازه یک قسمت فرزاد ناناور این خانواده هم بود. فرزانه خودش سرپرست خانوادهش هست، حضانت دخترش رو داره، مستاجره. اما با این حال که اینقدر اومدن و به اینها پول پیشنهاد کردن، این دختر قبول که نکرد، تمام زندگیش رو هم گذاشته تا دادخواه خون برادرش باشه و خودش الان به یک ستونی در اونجا تبدیل شده. یعنی بقیه ای هم که نگران دادخواهی بودن، ما پارسال با نرگس عزیز رفتیم اونجا، یکی از این خانواده‌هایی که پسرش رو تیر زده بودن و حتی این خانواده خودشون دیده بودن از جایی که تیراندازی کرده بودن، اما این مادر حاضر شده بود که روی قبر بچهش بنویسن بسیجی شهید. بعد که اینا بهش اعتراض کرده بودن، میگفت آخه اگه من این کار رو نمی کردم، میگفتن این اشرار بوده و تا ابد اسم اشرار رو بچه من میمون. ولی باور نکنین، یک آدمی که اینجور تعصباتی رو داشت، با همین رفتارهای فرزانه الان خودشون یکی از کسانی شدن که در دادخواهیتون استان ثابت قدم هستن. من خواهش میکنم هر کدوم و هر طریقی که میتونیم صدای فرزانه انصاری فر باشیم. در مورد فریده مرادخانی هم خواهش میکنم، او هم تقریبا مظلوم واقع شده، هیچ جایی من ندیدم صدایی ازش باشه، صحبتی ازش باشه. ممنون میشم که این خانوم ها رو فراموش نکنید، در این حالی که الان که خب اتاق با موضوعی که بود، باز هم من بیادم افتاد که پارسال به دیدن منیره عزیز رفته بودیم همگی. الان بسیار چند نفر از اون دوستانی که با ما بودن، بعد از اون حالا اون وکلایی که بودن زندان رفتن، بازداشت شدن، بعد براشون حکم زندان دادن هر کدوم 5-6 سال. نرگس نیست، تقریبا میشه بگی دو سوم اونهایی که بودن گرفتار شدن. امیدوار هستم که به زودی با بالا رفتن آگاهی مردم، با مطالبه گریشون، امیدوار هستم که این شرایط تغییرات کلی داشته باشه. در هر صورت من این رو میدونم که این تلاش ها بی جواب نخواهد موند و به آینده امیدوارم. سپاسگزارم از همگیتون که به حرفای من گوش کردید. ممنونم. خیلی ممنونم خانم ناظمی عزیز. بله، ما همش تلاشمون این هستش که همه در واقع افراد رو کوشش بدیم، ولی من باز نگاه میکنم که الان خب چند نفری رو اخبارشون رو جا انداختیم که راجع بهشون صحبت کنیم، از جمله خانم نسرین جوادی که احضار شدن برای تحمل حبس 5 سال زندانشون. ایشون از اعضای اتحادیه آزاد کارگران هستند و کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی بودند و بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی هستند و 11 اردیبهشت 98 همزمان با روز جهانی کارگر همراه با تعداد دیگه از شرکت کنندگان در اون تجمع بازداشت شده بودند و بعد با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بودند. الان احضار شدند با اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، 5 سال حبس گرفتند که البته اتهام های دیگه هم داشتند که این در واقع این اتهام اشد بود که در واقع با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 5 سال این قابل اجرا هستش و احضار شدن برای تحمل حبس. خب من فکر میکنم دیگه
اکثر زندانیان رو موضوعش رو ما پوشش دادیم. اگر احیانا مواردی جا افتاد دیگه از ما ببخشید، ما این اندازه دیدیم خبرها رو، حتما موارد دیگه هم هست. امیدواریم که در جلسات بعد بتونیم در مورد اونها بیشتر صحبت بکنیم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.